چیکار کردی؟ حل شد. مکینان قبول کرد که امروز باهاش ملاقات کنیم و اینکه جان اصلا معذرت خواهی کرد. عالیه. آره. خیلی خوشحال شدم. سنم، خیلی ممنونم. برای همه چی ازت ممنونم. خواهش میکنم. یعنی رابطه شما انقدر قوی بود که باید همینطوری میشد. آره درسته. چای میخوری؟ چه چایی سنم؟ من کی چای خوردم که بار دومم باشه؟ بعضی چیزا هیچ تغییری نکرده. من قهوه میخورم. موهای بدنم سیخ سیخ شد. میبینم که همه چی رو به راهه. مگه میشه تو توی یه کاری باشی همه چی رو به راه نباشه؟ البته خب وقتی کارتو با عشق انجام بدی موفقیتت حتمیه، مگه نه؟ تو بازم یکم قبل به شدت عطسه میکرد، بازم آلرژی گبره پلین بود. آره ببینم یه جوری شده بود، انگار یکم گرفته شده بود. چه گرفته بود؟ آره همونجا. فهمیدم. الان خوب شدی؟ ببینم. آره خوب شدم، چیزی خوب. نیست. خدا رو شکر. چی میگفت پلین خانم؟ هیچی، همینطوری از اینجا رد میشد، گفت یه سر بزنه. رد میشده یه سر زدی؟ خب آره، چون وسط استانبولیم، لندنم همین بغلی. دقیقاً همینطوره. وقتی گفتم سرمو خیلی شلوغه رفت. فهمیدم. به نظرت کاری چیزی داشت؟ یعنی خب حتما داشته. اونو بیخیال. تو اونو بیخیال. بگو ببینم تو کاری نداری؟ راستش البته که دارم. داری. خوبه. مثلا من یه نویسنده یه متنم که یه موقعیت خیلی خوبی دارم. واقعا؟ خب مثلا چی کار میکنی؟ یه پروژه داریم. داریم اونو آماده میکنیم. تو مرحله آماده سازی اونیم و سرم هم خیلی شلوغه. من هر روز با یه حالت جدید تو آشنا میشم و به این حالت جدیدت افتخار میکنم. بعد دیگه از اون حرکات بچگانه یه قبلیت هم خبری نیست. یعنی از اون حرکات خوشت نمیومد؟ نه من همچین چیزی نگفتم. من همه یه حالتای تو رو دوست دارم، یعنی تمام حالتای تو رو با عشق دنبال میکنم. اما این حالتت یه جورایی جذاب تره. چه میدونم، یکی که خیلی خوب میدونه چی کار میخواد بکنه، خیلی خوب میدونه چطوری بشینه، چطوری پاشه. یه حرفه یه نترس. واقعا؟ از اونجایی که کنار هم دیگه نشستین انگار گوشاتونم سنگین شده. من میرم سر یا کار. شاید متوجه نیستین که سر کار هستی. چی شده؟ من برمیگردم سر کارم. شنیدم برای مکینان پروژه آماده کردین و میخواییم بریم به ملاقاتش. خوشحال شدم. آره سرم حاضر کرد. موفق باشین. حسن برات عرضی موفقیت کنم. آره موفق میشی. من میرم. به سلامت پسرم. برم؟ سلام. زود باشین بریم اون کارو بگیریم. باشه جان. چون یه مادرت خیلی زشت داره، چیزی نگفت، مشکلی پیش نمیاد. زشتی؟ ولش کن، هرچی میخواد بگه بگه، بیخیال. تو راحت باش. جان مادرت اصلا از من خوشش نمیاد. خوشش نیاد؟ نیازی نیست خوشش بیاد. من تو رو خیلی دوست دارم. همین برامون کافی. باشه. بیا بریم. اینا رو هم بردارم. آره. مامان جون محصولات ارگانیکی مامان جون با شعار از آغوش آناتولی به عمق حلقمون اومدیم که مثل بم صدا میکنه. زنم جونم، عمو جون بفرمایین رشته ارگانیکی بفرمایین. ببینم پسرم اینم ارگانیکه. خدا دیگه خسته شدم، عجوری خستم، دست درد کنی. اینجا داری چی کار میکنی؟ هیچی، شما چی کار میکنی؟ خوبی؟ منظورم اونه نه که داری چیزی میفروشیم؟ میفروشیم. خب یه ورودی فوری به بازار محصولات ارگانیکی داشتیم. دنگ و فنگ و مالیات و اینجور چیزا هم نداره. جلوی در خونمونیم دیگه، پول مستقیم میره تو جیبمون. نه بابا چه فروشی؟ داریم بین همسایه هامون پخش میکنیم تا یه کمکی بهش. آره زود باشین پخشین آقا. زود باشین متفرق شید. آقا برو ازتون شکایت شده. شکایت؟ چه شکایتی آخه؟ بگیرینشون بهشون دستم بزنیم. آسون قربونت برم، داد نزن. نماز به من کار ما بوده، به خدا این زنه تیکه تیکمون میکنه ما. اول از همه اون پسر منو بگیرن.
رسما بدون اجازه و جواز فروش دارین کار میکنین. جواز کسبتون کجاست؟ برگه مالیاتتون کو؟ جواز فروش؟ منظورتون از مالیات چیه؟ اینجا از پروانه کسب این خبر مبری نیست. یه عدس سبز ارگانیک خیلی خوشمزه‌ای دارم که حرف نداره. 25 تا میفروشمش اما به شما میدم 15 تا. قسم میخورم سرشار از پروتئینه. پسر جون تو داری با من شوخی میکنی؟ داری منو دست میندازی؟ نه این چرتیه، برای زندگی سلامتتون گفتم. فوراً این بساطتون رو جمع میکنین، نیم ساعت دیگه برمیگردم. اگه اینا هنوز اینجا باشن هم جنساتون رو میبرم و هم جریمتون میکنم. این آخرین هشداریه که بهتون میدم. تو رو خدا جریمه نکنین، مگه میشه؟ الان جمعش میکنیم. چند تا دونا؟ زود باشین، جمع کنین. نه نه نه، جریمه ننویسیم. خواهش میکنم. جمع کردیم، جمع کردیم. فقط یه سوال بپرسم. ببخشید کی از ما شکایت کرده؟ نمیتونم بگم. تو رو خدا بهم بگی، خواهش میکنم. هنوز بساطتون رو جمع نکردید. جمع میکنیم اما بگین دیگه کی بوده. باشه باشه جمع میکنیم اما یکی زیراب ما رو زده، این مشخصه. یکی زیراب ما رو زده. من فهمیدم که کی زیرابمون رو زده. من الان نه نه به خدا جریمه میشیم، به خدا میگذارم اون زندان. خواهش میکنم این میز رو جمع کنیم. زود باش زود باش جمعش کنیم. مربای پرتقالم بگیر. زود باش زود باش، عجله کن عجله کن. وایسا خیلی خوب قاطی کردم، نمیدونم دارم چی کار میکنم. ببین اول باید اینطوریش کنی. آها اومدن اومدن. سلام سلام، چطوری بود؟ کارو گرفتی؟ درست زدیم دکتر. داداش کارو گرفتین؟ تو وقت اضافه نتیجه بازی عوض کردیم امره، ما بردیم. خب چطور قانش کردین؟ اینطوری نبینش، در اصل مکینانم نمیخواست ما رو رها کنه، اما یعنی اون موقع عصبانی بود و بد رفتار کرد. در ضمن از یه طرفم دلش نمیخواد طوری به نظر بیاد که نقشای اون فابیو عوضی گرفته و اینو شکست داده، و از یه طرفم یه قانع شدن نیاز داشت. وقتی هم دید طرحمون فوق العاده است تصمیمش عوض کرد. پسرم تبریک میگم. ممنونم. شنیدم که چطور برای این کار زحمت کشیدیم. به شما هم تبریک میگم. از طرف همه خیلی ازتون ممنونم هیما خانم. خسته نباشی بابا جون، خدا قوت. مامان جون اینا رو کجا بذارم؟ ببر بذار رو سر اون مادر استریلت. واه مامان داشتیم اینطوری همه چی با هم قاطی میشه که. الان اینطوری تر و خوش با هم میسوزن ترم منم. چی شده؟ مادرم از همون شکایت کرده. آه. چرا؟ راستش من و مامان محبوبه وارد کار فروش محصولات ارگانیک شدیم و تو محلمون بساط زدیم با شعار از آغوش آناتولی تا عمق حلقمون. در ضمن فروش فوق‌العاده‌ای هم داشتیم، فقط مادر ظالم من رفته از همون شکایت کرده و یه هایی دیدم مامورا اومدن بهم گیر دادن. آخش دلم خنک شد. آخش البته که آخش، اگه بخوای سر خود کار کنی اینطوری میشه. پس ما یعنی احمقیم این همه سال داریم مالیات میدیم، اگه بدون تحقیق یه کاری رو شروع کنی عاقبتش این میشه. هزار بار گفتم نمیتونی بفروشی اما گوش نکردی. خب داشتیم میفروختیم دیگه، همه هم بالا سرمون جمع شده بودن، یکی عالمه آدم. این کارا به این راحتی ها نیست محبوب خانم. خیلی هم راحت بود. آه عسل تو کلامتون، درگیر نشین. عسل ارگانیکیه، خیلی خوشمزه ای داریم. عسل چام، عسلی که با شعار از قله های توروس تا نوک انگشتاتون پخش میکنیم. اول بیان یه مقدار از عسل روی انگشت من بخورید. نه نه نه. آها دندتو باز کن. خیلی خوب نکن دیگه. بیا بیا بیا. چیکار میکنی مظفر؟ ای بابا مظفر برو کنار. ای بابا محبوب تو فکر کردی تجارت بچه بازیه ها؟ تو برو خونه غذا تو درست کن ای بابا. آها فقط مردا میتونن تجارت کنن. آره نمک رو زخمم میپاشی نکنه. بابا جون این یه رویکرد نجات پرستانه و تبعیض گذاشتن جنسیت بود، بوی یکی از بدترین ده حرکت غیر اخلاقی میاد، باور کنیم. مظفر حرف نزن ببینم. طبیعی باش. چرخیدیم و چرخیدیم برگشتیم سر خونه اول، آخرش دیوونه میشم. ببین محبوب خانوم نمیذارم کنار. نمیذارم کنار. بیا ببینم. بشین اینجا. بازم احمد که رفته تو هم، من فهمیدم به خاطر هیما خانم اینجوری شدیم اگه نه؟ آره حتی تو صورتم هم نگاه نمی کنه. البته از همون روز اولم به صورتم نگاه نمی کنه. به صورت منم نگاه نمی کنه سنم. اینطوری نیست لیلا، تو اتاق جان ما رو تو بغل هم دید. من اصلا نباید توی همچین شرایطی قرار می گرفتم، خیلی خجالت کشیدم. آره اینجوری خیلی خوب نیست خواهر جونم. اما ببین اگه فکر میکنی راجع به موضوع کار بهت تبریک نگفت یا جلوت قیافه گرفت، اصلا بهش فکر نکن. باشه موفقیت تو کاملا مشخصه، اونجا همه برات دست دادن، اینو به هیچ وجه فراموش نکن. من انتظار تحسین نداشتم.
راستش داشتم. هر لحظه ای که من به جان حقیقت رو نمیگم، هر اتفاقی که میفته منو اذیت میکنه. ببین تو آژانس همه با هم آشتی کردن، حالا نوبت منه. بازم به اون موضوع رسیدم. آره. آره. نه، من امشب باهاش حرف میزنم. تصمیم گرفتم. میدونم مدام بهت میگم که حرف میزنم و بعدش منصرف میشم، چون جرأتش رو پیدا نمیکنم، اما حرف میزنم. به هر حال اگه من بتونم وضعیت رو درست توضیح بدم، جانم منو درک میکنه. به نظر منم همینطوره. تو کاری میکنی که ببخشتت، انجامش بده. تو میتونی. خودش میدونه که من چقدر دوستش دارم. اگه من بتونم همه چی رو به شکل خوبی توضیح بدم، مطمئنم بهم حق میده. به هر حال اونم منو دوست داره. به خدا سنم، تو هر تصمیمی بگیری من همه جوره کنارتم خواهرم. باشه؟ باشه. بگذاریم بریم جشن بگیریم. بریم. از لحظت استفاده کنیم. من یکی دو تا کار دارم انجامش بدم. بیا. باشه. این دیگه چی میگه؟ الو. بله زبرجد، هزار بار زنگ زدی دارم کار میکنم، سرم شلوغه، چی شده؟ من که بهت گفتم نمیتونی، نمیتونی تو به هم ریخته، به خدا وضعیت اضطراریه، تو زن خونه هستی، به پا شده. مامان و بابای آیندم دارن با هم دعوا میکنن و سعی کردم از هم جداشون کنم اما نمیتونم. خواهش میکنم شما بیاین جداشون کنین. چی داری میگی؟ چرا؟ دلایلش مشخصه، دلایل خانوادگی، عدم سازگاری. باورم نمیشه. بازم چیو باور نمیکنی؟ بیا خودت گوش کن. صبر کن ببینم. تو اصلا نمیتونی سر من داد بزنی، با بچه که طرف نیستی. واقعا من نمیتونم سر داد بزنم، اما تو میتونی سر من داد بزنی. آره تو هم با بچه طرف نیستی، تو با شوهرت طرف. بله میدونم، خوبم میدونم که با شوهرم طرفم. طرف منجر بشه نتایجش رو هممون تاثیر میذاره. این حتی ازدواج منم تحت تاثیر قرار میده. در اون حد فرصت خودتونو برسونید، اینا رو از هم جدا کنید. باشه مظفر، باشه، من الان میام. تو یه جوری جلوشونو بگیر. لیلا، لیلا، مظفر زنگ زده، مامان و بابا باز با هم دعواشون شده، من میرم محل، تو هم میتونی بیا. آخ بابا، شما چرا اینطوری میکنی؟ مگه ما به زور شما رو با هم آشتی ندادیم؟ فقط همینو کم داشتی. جان ببخشین، وقت داری؟ این چه سوال مسخره‌ایه؟ معلومه که برای تو همیشه وقت دارم. نگاه نکن اینجوری به هم ریخته است. داشتم جمع جورش میکردم، داشتم برای روزهای آینده برنامه ریزی میکردم. به جون خودمون لطف میکنم. من اومدم بهت بگم میتونم زودتر برم. باز تو محله بین مامان و بابا مشکل پیش اومده. اون مشکل همیشه است. میخواستم بگم کاری است که از دستم بر بیاد، اما تو احتمالاً نیازی نیست. همینو میخواستم بگم، برای همین اصلا وارد بس نمیشم. من با خواهرم حلش میکنم. شب بعد از اینکه همه چی حل شد وقت داری؟ یعنی میتونیم همدیگر رو ببینیم؟ البته که همدیگر رو ببینیم. وقتی همه چی حل شد بهم زنگ زنگ میزنم. الو. سلام آقای جان، من مینا هستم، شریک فابیو. سلام مینا خانم. یعنی اگه زنگ زدین که واسطه بشین، بی خودی خودتون رو خسته نکنی. نه نه، من دیگه با فابیو کار نمی کنم. کار نمی کنی؟ خب برای چی به من زنگ زدی؟ نمیدونم باید از کجا شروع کنم. ببینین، من میخوام بگم به خاطر کارهایی که با اتون کردم خیلی متاسفم. این کارا اصلا اخلاقی نیستن و منم برای همه از شرکت فابیو جدا شدم. و چیزای خیلی مهمی هست که باید براتون تعریف کنم. مثلا چی؟ اینا چیزایی نیستن که بشه از پشت تلفن حرف زد. باید همدیگر رو ببینیم. باشه. باشه، ممنونم. من زمان و مکان رو بهتون اعلام میکنم. باشه، منتظر خبرتون هستم. دختر کجا این؟ تا شما بیاین خانواده دو قسمت شد. بابا، بابا، مامان کجاست؟ من چه میدونم دخترم، اومد فشار خون و قند خون منو برد بالا گذاشت رفت. آخ بابا، شما چرا اینطوری میکنین؟ دخترم، مگه من چیکار کردم؟ مادرتون گیر داده میخواد محصولات ارگانیکی بفروشه. من هنوز جنسایی توی مغازه رو نمیتونم بفروشم. اونا رو چطوری میخوام بفروشم؟ آخ بابا. به خدا یه خانواده داره از هم میپاشه. خانواده بنیادی ترین عضو جامعه است، میدونستی؟ الان میزنم کلهتون میشکنمو. بیا اینجا. پسرم میشه بریم محمود بنگاهی رو صدا کنی بیاد؟ مامانم اومد. مامانم اومد. ماما. دوبله شده در استدیو جن. باز دوباره چی شده؟ من کاری نکردم، از باباتون بپرسین. از باباتون بپرسین. ماما. بابا جون. مگه ما به زور شما رو با هم آشتیم؟ میبینین شما حداقل یه کار زندگی دارین که بتونین ولش کنین، اما من اونم ندارم.
گل روز تو خونم مثل جغ تنها و بیکس. بعد 40 سال رئیس شورا شدم از خونه زدم بیرون. حتی اینم آقای محترمتون نمیتونه ببینه. نه دیگه کافیه. من دیگه باید قدرت زنا رو نشون بدم. دیگه نمیتونم. کافیه. نه بابا. نه بابا. حالا رئیس شورا شدی مثلا چی شده محبوب خانم؟ چی شد؟ تو خونه نه پیژامه داریم برای پوشیدن، نه یه لقمه نون برای خوردن. نه بابا جون، همچین چیزی مگه میشه؟ قضیه رو دعوای زن و شوهری ندونیم. قسم میخورم این بس به برخورد تمدن‌ها منجر میشه. خواهش میکنم. تو ساکت شو. کافیه. مامان جون ببین، بابام فشار و قند خونش رفته بالا، ولی همین چرت و پرت میگه، تو به حرفش توجه نکن. دخترم منم قند و شکر و فشار خون دارم، اونا چرا بالا نمیرن ها؟ چون فرصت نمیکنن، وقت ندارن. دخترم من چند سالمه ها؟ چند سالمه؟ خوبه حالا یه بقالی داره. خوبه یه بقالی داری. خوبه یه بقالی داری. چطوره وقتی جایی میری خوب بلدی منو بذاری اینجا تو نگهبانی بدم؟ 25 سال داریم زندگی میکنیم. هر چه مدرسه این بچه رو بلاک این بقالی دادیم و بزرگشون کردیم. آره خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خوش اومدی. حالتون چطوره؟ من خیلی ممنون. یه کار کوچیک بات دارم. بفرمایید. محمود کیه؟ نمیدونم بابا. اون دیگه کیه؟ مغازه تو اجاره میدی؟ آره میخوام اجارهش بدم. آها قیمتش چنده؟ 1200 لیر. یه ما اجاره به عنوان پول پیش، یه ما رو هم جلوتر میدی. نگیرمش. چی؟ باشه قبول. یعنی چی؟ تخت خوابا رو جدا کردین میخواین مغازه رو هم جدا کنی؟ تو اینو بگیر پول پیش کرایه‌رم فردا بهت میدم. باشه؟ باشه. اون قراردادو فوراً بیار تا اینجا کنم. باشه. اون پولو بده ببینم. بگی ببینم. بگیر. نه محمود بگیر، نترس. یه لحظه صبر کن. تو اینو بگیر، نترس محمود، قراردادو بیار امضاش میکنم. باشه باشه قبول. اما ماما نکن. بابا ولش کن دخترم، ولش کن. ماما رئیس. بابا آقای جان، میدونم از فوبیا نفرت داری. بله، برای همینم هم حق میدین که در مورد کسایی که با اون کار میکنن یکم پیش‌داوری کنن. ببینین آزادین، میتونین به من اعتماد کنین یا نکنین، به هر حال من برای اینکه شما رو مطلع کنم اومدم اینجا. میفهمم و به حرفاتون گوش میدم، اما این به این معنی نیست که حرفاتون رو باور کنم. من با فاب، یعنی فابیو، از زمان دانشگاه دوستیم. سالای خوبی رو با هم کنار اومدیم و کار کردیم، اما من فقط این اواخر فهمیدم که اون انقدر حریص و مغروره که به راحتی میتونه یه شرکت موفق و زمین بزنه. چقدر خوب، خیلی خوشحالم. اوایلش باور نکردم، اما دیدم که فابیو دست به یه سری کارهای غیر مشروع میزنه. یه چند باری ازم معذرت خواهی کرد، گفت دیگه تکرار نمیشه. امیدوار بودم که درست بشه، اما اشتباه کردم. مخصوصا کاری که با شما کرد صبر منو لبریز کرد. امیدوارم از دست فابیو خلاص شده باشین. خلاص شدم، اما قبل از اینکه استعفا بدم یه سری مدارکی که مربوط به کارهای غیرقانونی و فرارهای مالیاتی انجام داده بود و با خودم برداشتم و همین صبح همشون رو تحویل پلیس دادم. یعنی همینطور که فهمیدین چیزی نمونده. پلیس تا چند ساعت دیگه فابیو رو دستگیر میکنه. چی دارین میگین؟ یعنی خب یه سوالی دارم، بین این مدارکی که برداشتین مدارکی که مربوط به آیلین باشم هست؟ البته که هست، مگه میشه نباشه؟ خب اگه خواهش کنم امکانش هست یه نسخه از این مدارک رو هم برای برادرم، یعنی امره، ایمیل کنین تا ما هم حساب خودمون رو با فابیو صاف کنیم؟ البته. من اصلا دلم نمیخواد لحظه دستگیری فابیو رو از دست بدم، واقعا ازتون ممنونم، اما الان دلم میخواد برم و با لذت این صحنه رو تماشا کنم. بازم ممنونم آقای جان. یه چیز دیگه هم هست که باید بدونین، دوست دخترتون سنم. سنم چی شده؟ میدونین که فابیو خیلی بهش گیر داده بود. آره میدونم. و سنم در نهایت راضی شد که عطری که فابیو با اصرار میخواست و بهش بده. چی؟ همچین چیزی امکان نداره. سنم اون عطر رو به فابیو داد و اینم قراردادیه که با هم بستن. بفرمایید. ببینین، من فکر کردم بین این همه دروغ و دغل و نقشه باید این حقیقت رو بدونین. تو چی میخواستی بهم بگی؟ یعنی خواستی یه چیزی بگی؟ گفتی جان من چیز مهمی نبود، بعدن میگم. میگم جان، میدونستی آدم ها بیشترین اشتباهاتشون رو به خاطر این مرتکب میشن که کسی رو که دوست دارن از دست ندن؟ یعنی چی خیلی دوست دارم قبول کنم؟ نمیتونم قبول کنم جان.
یعنی نمیتونم بگم قبول میکنم. شرمنده، اما من اگه اینا رو بهتون نمیگفتم دلم راضی نمیشد آقای جان. ممنونم، راستش همه چی جلوی چشمم بود، یعنی من فقط از اینکه چطور این همه کور بودم دارم تعجب میکنم. آدم وقتی عاشق میشه نمیتونه خوب ببینه. مینا خانم، من بازم ازتون ممنونم. الان یه سری کارایی هست که باید برم و به نوبت انجامشون بدم. آخ نهاد، آخ ببین نگاه کن، انگار کل دنیا رو خوردم اما هیچی نخوردم، باد کردم. وای آی از دست تو محبوب، توبه توبه. دختر شما چتون شده؟ چرا مثل سگ و گربه همش با هم می جنگین؟ ای بابا دختر ببین منو، نکنه شما رو چشم زدن؟ به خدا که چشمشون زدن. چیز کنیم، اسفندی چیزی دود کنیم. دختر رو به خدا اینا چشم خوردن، اینا چرا اینجوری شدن؟ ای بابا پس بزن من به حنیفه خبر آره بده. ای بابا خبر چه بده. چشمی نهاد، لجبازه لجباز، شونم درد گرفت از اعصابمه. آخ میدونم میدونم همش از اعصابمه. ای وای ببین حرف نزن، یواش تر. ای بابا دخترم برو یه ذره اونورتر. میگم راحتی شما خاله جون، خدا رو شد. باید دست شما بیا بگی برای کوس کندن. سنم میگم قضیه این مغازه چیه؟ والا هیچی نمیدونم مامان، حتی تحمل شنیدن یه جمله هم نداره. متوجهم. من یه زنگی به جان بزنم، چون با عجله اومدم بیرون، حداقل یه خبری بهش بدم. بهتر نیست زنگ نزنی؟ چرا نزنم؟ چی میخوای بگی؟ اوف من که خجالت میکشم. طرف الان میگه دختره چه خانواده ای داره. جواب نمیده، حتما گوشیش رو سایلنت. خوبه. چی چی چی؟ وای من دیگه حوصله‌ام سر رفته، میرم خونه. منم میام. این رنگ موه خیلی خوبه. خاله جون لازمه ما داریم میریم. آخیش بره، یکم اینجا جا باز چه نفسمون. ما دیگه میریم، خدافظ. باشه. غذامون رو گازه. شما برین به غذا برسین. آ چیز نداری. ان شاء الله که برو دخترم به سلامت. وای که چقدر حرف میزنی هست دیگه. آقای جان بازم شما نمیتونید برید داخل، آقای فابیو نیستن. کجا دارین میرین آقای جان؟ لطفا درد سر درست نکنین، گفتم که آقای فابیو نیستن. پلیس خبر کن. سینیور جان، انتظار داشتم تو مراسم معارفه محصولم شما رو ببینم، اما بشین. عطر سنما گرفتی؟ بهتره بگیم اون به هم داد، اما من بهت گفته بودم که این کارو میکنم، مگه نه؟ میدونستی که سنم برای نجات من همچین کاریو میکنه؟ از اول براش نقشه کشیده بودی. آره، چون من برای هر قدمی که برمیدارم برنامه ریزی میکنم. اینم مهمترین ویژگیه که منو از تو متمایز میکنه، یعنی هوش. اجازه نمیدم آدرس سنما وارد بازار کنی. واقعا؟ ببین چی میخوام بهت نشون بدم. حاضری؟ یه قرارداد که نشون میده اون عطر متعلق به منه. نگاهی بهش بنداز. معلومه داری چی کار میکنی؟ این کاری که میکنی جرمه. دیگه واقعا وقتشه که تو رو بندازم زندون. پلیسا تو راهن سنیور فابیو، اما نه منو بلکه شما رو میندازن زندان. منو؟ چرا؟ امروز با مینا خانم یه ملاقات کوتاهی داشتم، خیلی چیزا در مورد شما میدونست. تو از اون چیزی که فکر میکردم هم خیلی پست داری. Thank you.
آی لینوکسل شما این؟ بله منم. من کمیسر ارجان هستم از شعبه جرایم سازمان یافته پلیس. لباسشو بگردین. چیکار میکنی؟ این مسخره بازیه چیه؟ من کاری ندارم. آروم باشین. مدارکی هست که نشون میده شما با انزو فابیو شراکت داشتین. همچین چیزی امکان نداره چون من کاری نکردم. تو رو به جرم فروختن اطلاعات شرکتی که قبلا توش کار میکردی و اطلاعات غیرقانونی سهام و کلاهبرداری بازداشت میکنیم. نمیتونین بازداشت کنین چون کاری نکردم. حتما یه اشتباهی شده. به نظرم به وکیل زنگ بزن چون احتمالا میخواستی فرار کنی و برای همین میری زندان. یعنی چی میرم زندان؟ این مسخره بازیه چه؟ برم کنین. من کاری نکردم. شما نمیتونین ببرینش تو ماشین. ببرین مسخره بازیه رو ول کنین. مقاومت نکن. ولم کنین. میگم این مسخره بازیه چیه؟ ول کن دستمو. کلانتری حرف میزنی. رابیو سوء تفاهم شده. دارم میگم سوء تفاهم شده. ولم کنین. ولم کنین. من کاری نکردم. که تو کلانتری حرف میزنی. رابیو کاری نکردم که بخوام برم زندان. خدایا دارین اشتباه میکنین. دارین اشتباه میکنین. من کاری نکردم. انزو فابیو؟ خودمم. من پلیس فرات از شعبه جرایم سازمان یافتم. ازتون شکایت شده. باید با ما بیان اداره پلیس. در ضمن گزارش شده تولید غیرقانونی میکنی. کارخونتون هم فعلا مرموم میشه. بهت گفته بودم که اونت رو بهت نمیدم. فهمیدم. آیلین و فابیو دستگیر شدن؟ این که خبر خیلی خوبیه. باشه باشه، پس لطفاً از طرف ما شکایتمونو پیگیری کنین. باشه؟ خیلی خوب، ممنون. خسته نباشین. چه شکایتی امره؟ باز چی شده؟ مامان، آیلین و فابیو رو دستگیر کردن. چی داری میگی تو؟ چطوری؟ با شکایت شماها؟ نه، بعد از شکایت ما شریک فابیو هم کل کثافت کاریاش لو رفته. این چه خبر خوبیه. وقتی داداشت بشنوه خوشحال میشه. تو چرا ناراحتی؟ جان؟ خوش اومدی داداش. امره یه لحظه بیا. بله داداش. امره میدونستی سرم عطرشو به فابیو داده؟ داداش راستش من... امره حرفو نپیچون، فقط جوابمو بده، خواهش میکنم. میدونستی سرم با فابیو قرار داده امضا کرده؟ میدونستم. راستش منم بعدن اینو فهمیدم. بعدن فهمیدی و نیومدی به من بگی؟ آره امره، به من هیچی نگفتی؟ داداش به اندازه کافی به هم ریخته بودی. گفتم بیشتر از این بهت فشار نیارم. کافیه دیگه، نمیخوام بهانه بشنوم. خیلی خسته شدم امره. با اینکه میدونی به من نمیگی، میدونی و از من مخفی میکنی، در حالی که من بهت میگم میخوام بهت اعتماد کنم، با این حال باز به دروغ گفتن ادامه میدی امره. داداش راستش من متاسفم. میفهمی؟ واقعا متاسفم. که پوشیدم به هم. آره آره، خیلی خوشگل شدی. گفت شب همدیگر رو میبینیم، زنگ میزنم جواب نمیده. حتما سر شلوغ خواهرم. نکنه اتفاقی افتاده. آخه کاری نداشت، یعنی وقتی من از شرکت اومدم بیرون کار زیادی نداشت، حتما تموم شده. نمیدونم که. امره خان داره زنگ میزنه. خب جواب بده. بله امره خان. سنم با داداشم حرف زدی؟ منم به جان زنگ میزنم جواب نمیده، اتفاقی افتاده. داداشم همه چی رو فهمیده. یعنی چی؟
این که تو عطرتو به فابیو داده بودی دیوونه شده بود از خونه رفت بیرون. الو سنم اونجایی؟ این اینجام. چطوری رفت؟ کجا رفت؟ نمیدونم، اما من باید پیداش کنم. به نظرتون کجا میتونه رفته باشه؟ این اواخر تو خونه کوهستانی میموند، حتما باید رفته باشه اونجا. امیدوارم اونجا رفته باشه. الان به خاطر این حرف شما رو باور کردم و این قضیه رو انقدر مخفی کردم، خیلی پشیمونم. سنم چی شده؟ جان همه چی رو فهمیده، فهمیده که من عطرمو به فابیو دادم. باید زود پیداش کنم و این قضیه رو براش توضیح بدم. امیدوارم خونه کوهستانی باشه. سنم وایسا به عثمان زنگ بزنم. نه من با تاکسی میرم. خدارو شوکی اینجاست. بفرمایید. خسته نباشی، بقیهش بمونه. دوبله شده در استدیو جم.